به نام خداوند بیاندازان مهربان، خداوند دانا و توانا. سلام میزان، وقتتان بخیر. خدا کنه جور ساعت و سلامت باشین. خیلی خوش آمدین به برنامه خودتان، برنامه رسم زندگی آغاز شد و مثل همیشه نیم ساعت مهمان خانه شما هیزان هستیم. پس تا دقایق پایینی از برنامه ما را همراهی کنید و تنها نگذارید. پلهای ارتباطی برنامه در اختیارتان است، راهی که میتونه شما را به زودترین فرصت وصل بسازه با برنامه خودتان، با برنامه رسم زندگی 488 کلید 47 و همچنان صفحه فیسبوک و برنامه. و ما همیشه تلاش میکنیم به هر نظریات شما هرج گذاری داشته باشیم تا بتونیم بهترین، متفاوت‌ترین و زیباترین برنامه را تقدیمتان بکنیم. و همچنان میتونید نظر و موضوع برنامه به شمار تماس 02-220-993 تماس بگیرین. امروز هم مثل همیشه یک موضوع خیلی ها مهم را انتخاب کردیم، دردهای قفس سینم. یک مشکل هست که بسیاری از هموطنانمون همیشه وقت شکایت می داشته باشن از امین ناحیه گویا قفس سینهشان درد میکنه. ای که حالا باید بدانن که چگونه به وجود می آید، هلل در چیست یا حامل در چیست. پس بحثمون رو آغاز میکنیم با مهمان برنامه من، جناب دکتر صاحب قیس نگزاد، که ایشان متخصص همراز داخله هستند، در رابطه با این موضوع صحبت میکنن. بازم جا دارد که یک یادآوری خیلی کوتاهی داشته باشم از شما تماس برنامه 02-220-993 قبل از اینکه تماس بگیرین، یک موقعیت خیلی خوب را اختیار بکنین و آواز تلویزیونتان را پخش بکنین تا ما صدایتان را و گونه درست در برنامه با خود داشته باشیم. سلام دکتر صاحب، وقتتان بخیر، خیلی خوش آمدین. خیلی ممنون، سلام خدمت شما، خدمت تمام دستاندارکاران عزیز برنامه‌تان و تمام هموطنان عزیزی که در سراسر افغانستان و خارج از افغانستان بیننده برنامه زیبایتان هستند. امیدوارم از بحث فشرده‌ای که امروز ما پیرامون دردای قفس سینه می داشته باشیم، بله، به هموطنان ما مؤثر تمام شوه و به دانش صحی و طبیشان افزوده شوه. انشالله که بحث امروزی ما مؤثر تمام میشه. خب حالا دکتر صاحب، اگر در ابتدا یک مقدمه ای داشته باشین از دردهای قفس سینه، بعد میریم به طرف دیگر پرسش. خب وقت ما در مورد دردها یا ناراحتی ها، بله، یا نارامی های قفس سینه صحبت میکنیم، در کل این یک اصطلاح عمومی هست در افغانستان، یک انگیزه برای همه افراد داده شده که هر نوع دردی که در قسمت قفس سینه به وجود آمد، اکثر افراد یا ایره به معده ارتباط میتن و یا ای که به قلب ارتباط میتن، در حالی که بیشتر از 30-40 علت وجود داره که باعث میشه تا مریض در قسمت قفس سینه خود درد را حس کنه. دردای قفس سینه از یک حالت ساده و عادی و بی خطر گرفته تا به حالت‌های تهدید کننده حیاتی که ممکن است خدا نخواسته در ظرف چند دقیقه یا حتی در ظرف چند ثانیه پای مریض به کام مرگ بکشونه فرق میکنه. در شدت ممکن است دردا فرق داشته باشد، در توزع و ناحیه که درد به وجود میاد ممکن است فرق داشته باشد، در سیر انتشار ممکن است فرق داشته باشد، نظر به سبب ممکن است دردا فرق داشته باشد و عوامل وجود دارد تا در نهایت باعث میشه تا مریض در قسمت قفس سینه خود درد را احساس کنه. در کل یکی از عمده ترین عواملی که پای مریضا را به معاینه خانه دکتر شبا میکشانه و یکی بعض اوقات به تمثال مریضا به شعبه عاجل معاینه شفاخانه مراجعه میکنن، امی دردا در قسمت قفس سینه است. با بعض از این دردها لازم است که آدم سطحی برخورد کنه و در قبالش تشویشی نداشته باشه، و با بعض از این دردها لازم است که مریضا بسیار جدی، حساس و با دقت برخورد کنند. و ما به طرز مثال خواهش می است که هر دردی که در قفس سینه به وجود آمد، خصوصا کسایی که ریسک فاکتور یا فاکتورهای خطر به خاطر عملات قلبی می داشته باشند، مثلا چاق هستند، سیگارت می زنند، شکر دارند، فشار بلند دارند و یکی به طرز مثال تاریخچه امراض قلبی را دارند، این دیگه به معده ارتباط نتن، به خاطر که حملات قلبی و حملات ایمایی که به عضله قلب به صورت درست خون نمیرسه، ای بعض اوقات اگر زیر مراقبت قرار نگیره میزان و مرگ میره از یا 30 مرتبه بیشتر از افراد است که تحت مراقبت قرار میگیرن. بنابراین درسه دردای قفس سینه در کل باید به اعتنایی و به تراجی صورت نگیره. بله دقیقا، پس چه خوب است همیشه متوجه صحت و سلامتی خودتون باشین، چون زمانی که اگر خدایی نخواسته مریض شوین، نمیتونین که باز هم امون فعالیت های روزانه تان را انجام بدین. و همیشه کلمه هیکاش را استفاده میکنین که میگین که هیکاش ما متوجه صحت رو میبودم تا دچار این بیماری نمیشدم. خب حالا دکتر صاحب، چگونه میتونن همین هموطنانمون که دچار بیماری دردهای قفس سینه شدن خودشان تشخیص داده بتونن که بله ما دچار همین بیماری شدیم، باید ما برم نزد دکتر صاحب عزیز مراجعه داشته باشم؟
تثبیت و تشخیص از اینکه چه چیز باعث می شود تا در قسمت قفس سینه مریض درد پیدا شود، حتی بعض اوقات این برای دکتر صاحب مشکل است، چرا سبب اینکه بتوان سال خود مریض تثبیت کرده بتوانه که از باعث چه علت در قسمت قفس سینه خود درد دارد. و بعض اوقات همی تشخیص های نامطلوب و ناخوشایند است که مریض خودش خود اختلاطی می سازد. مثلا ببینی که مریض سربدل خود برای خود تشخیص گذاشته که به طور مثال من معده مشکل داره، در حالی که اصلا دردی که در قسمت قفس سینه‌اش به وجود آمده منشأ معده نداره. بله. بنابرای تثبیت عاملی که باعث ایجاد درد در قسمت قفس سینه مریض میشه، حتی بعض اوقات در یک مرکز مجهز یک سلسله اینوستیگیشن معاینات تحقیقی را میخواهد، تاریخچه درست را میخواهد، معاینه فیزیکی را میخواهد، تا اینکه دکتر تثبیت کرده بتونه که عامل دردای قفس سینه چیست. هیچ وقت افراد توانایی از این را ندارند که نظر به انتشار، نظر به وصف درد، نظر به موقعیتش خودش برای خود تشخیص بانه که به طور مثال از من منشأ قلبی داره، از من منشأ قلبی نداره، از من میشمن منشأ سیستم هاضمه داره یا از من از باعث گردنم است. به هر صورتی که قفس سینه مریض درد ایجاد شد و یکی مریض در تخته پشت خود دردی حس میکرد و یکی بعض اوقات دردها ممکن است وصف انتشاری را داشته باشه، در یک ساحه به وجود میه و ساحه دیگر انتشار میکنه، اینا به هر صورتش باید به شکل مطلق به دکتر صاحبای متخصص بخش مراجعه داشته باشن و از استفاده دوای خودسرانه باید قطعا احتراز خودداری به عمل بیاد. مثلا مریض ببینه که معده‌اش مشکل داره، میگه من رفتم یک دیکلوفیناک برای خود پیشکاری کردم، خب خراب که جنجال معده را ده چند زیاد کردی دیگه. یا اینکه مریض به طور مثال از باعث نرسیدن خون به عضله قلبش پیشش در قلب درد پیدا شده و این پیچکاری ورین میزنه، دیکلوفیناک میزنه، حتی بعض اوقات گرفتن یک دوا ممکن باعث ازی شود که قلب مریض خود دو پله بسازه، در داخل سینه به طور مثال بخی دو پارچه خدا کنه، اینه به طور مثال به نام ونتیکول رپچر میگن. به این خاطر این معضله عادی نیست که مریض برخورد کنند. یا اینکه ما مثلا اکثر اوقات در رسانه اجتماعی و رسانه مختلف چون مصاحبه می داشته باشیم، از یک ولایت دوردست یک مریض زنگ میزنه میگه می سینه درد میکنه، دکتر صاحب یک دوا از اونجا بگو. بیش از 50 علت به خاطر دردای سینه وجود داره. حالا ما خلایاز و بلاک کدام علم غیب نداریم که از اینجا بفهمیم که عامل درد سینه چیست و اینی دوا را بگیم. چرا؟ هر علتی که باعث ایجاد درد میشه باید او تثبیت شود و بر رویت از او بر مریضا اهتمامات دوایی و غیر دوایی توصیه میشه. بله دقیقا، بدون شک زمانی که اگر شما حیطان هست دوایی خود سرانه استفاده بکنین میتونه خیلی تاثیرات بد داشته باشد بالای روح و روانتان، پس هیچگاهی تلاش نکنین که دواهای خود سرانه استفاده بکنین. رفت و برگشت خیلی کوتاه و دوباره بعد میگرده. دوباره برگشتیم، با شما خوبان بیننده هستیم در ادامه برنامه خودتان، ادامه برنامه رسم زندگی هست و قبل از وقفه نکات خیلی خوب را جناب دکتر صاحب قیس نگزاد که ایشان متخصص همراز داخله هستند در رابطه با این موضوع دردهای قفس سینه اشاره کردند. اینکه حالا ما باید بدانیم که چی عوامل باعث وجود آمدن دردهای قفس سینه میشه، پس بازم ادامه صحبت های را می داشته باشیم با جناب دکتر صاحب. خب بفرمایید دکتر صاحب در رابطه با عوامل اگر اشاره داشته باشه. نظر به اینکه چه چیز باعث میشه در قفس سینه مریض درد پیدا شود، عامل از این مستند بر معتبرترین مؤخذ ابتدا به دو بخش تقسیم بندی میکنه. عواملی که منشأ قلب، شش و رگا بینزیاس، یعنی منشأ دینمیجه، و عاملی که به صورت عموم سایر منشأ را در بر داره، یعنی مربوط قلب، شش و رگای مریض نیست. عمدترین عوامل و یکی از عوامل فوق العاده خطرناکی که باعث میشه تا مریض در قسمت قفس سینه خود درد حس کنه عبارت از آفات است که به اساس از او بندش در رگا یا در نلکای قلب به اندازه 50% 70% و یکی مطلق رگایی که به عضله قلب خون میرسانه خود بند میکنه. باز میگن که به طور مثال سر فلانی عمله قلبی آمده بود خب پس جور شد، اینمی بندش نلکا یا بندش رگای قلب به نام وی اکلیلیل میگن. قلب بسیار عضو جوانمرد و کاکا و عیار است، برای ما شما 72 سال 30 سال به طور مثال بدون کدام خستگی کار میکنه، ولی بسیار اعصابش هم تیز خراب میشه. اندکترین کوتاهی که به خاطر رسیدن خون به عضله خودش برش ایجاد شد، آدم تکان میتواد تا بعض اوقات تکان دادن از این به قیمت جان آدم تمام میشه. بنابراین حملات امای یا هر پروسه که بندش شده پروسی رسیدن خون به عضلات قلب به مشکل مواجه بسازد درد سینه را به وجود میاره. در ضمن در صورتی که پوشه که در چهار طرف قلب است التهابی شه درد در سینه به وجود میاد. بله دکتر صاحب تماس داریم، ببینیم کدام هموطنمون هست کجا تماس گرفتن. بله سلام، وقت بخیر. بله بله خاله. بله وقت
تماستان وصل شده دوست عزیز، بفرمایید سوالتان را مطرح بکنین. بله؟ بله. میشه آواز تلویزیونتان را پخش بکنین و یک موقعیت خیلی خوب را اختیار کنین. سوال داشتم از فاش بفرمایید خواهر عزیز، بفرمایید. متاسفانه که تماس دوستمان را حذف دادیم. چه خوب از بینده های عزیز، زمانی که میخواین تماس بگیرین یک موقعیت خیلی خوب را اختیار بکنین و آواز تلویزیونتان را پخش بکنین تا ما تماستان را مثل حذف دوستمان حذف نتیم. بفرمایید دکتر سر. در کل عوامل دیگه که باعث دردای سینه میشه، هر روافت که خود نزد پرانشه میام گوشتش شما اوف کنه یا پوشه که در جاردوبرش روش هست که بعض لحاظ تبابت به نام نیمونیا و پلورایتس میگن. این مریضا درد بسیار شدید میداشته باشه، خصوصا اگر پوش شوش التهابی شود. درد مریض با سلفکدن و با گرفتن نفس‌های عمیق شدید میشه و یک آواز توسط استتوسکوپ ممکن است دکتر در گوش برسه که به نام پلورا رپ میگن. در ضمن اگر فشار در شریان شش مریض بلند بره و یا یکی به طور مثال پلمونی امبولیزم ریوی موجود باشه، یعنی مثلا اویه شش توسط یک لخته بند شوه، بسیار درد شدید میده. در ضمن بعض اوقات ممکن است تشوشات در شریان اپر که کلانترین شریان و هم تشوشات وجود بیاره که چه رقم بعد از تماس میگیره. بله بازم تماس داریم، ببینیم کدام دوست ما هست کجا تماس گرفتن. بله سلام، خوب هستین ساعتمند؟ بله سلام علیکم خواهر عزیز. علیکم سلام، زنده و سلامت باشین. ما شکر خدا خوب هستیم، امیدوار هستم شما همچنان خوب باشین. کی هست کجا تماس گرفتین؟ ما مجده هستم از مکرویان سیبت باشید. مجده جان خیلی خوش آمدین خواهر عزیز که عزیزی که در برنامه تماس گرفتین. بفرمایین سوالتان را مطرح بکنین. خواهر عزیز من سوال داشتم، یک سینه من در یک سال زیاد درد میکنه. بله پرسش دارین دکتر سید؟ شما چند سال عمر دارین؟ چند کیلو وزن دارین؟ بله من سوال داشتم، من سینه من که زیاد درد داده طفل شیرخور داشتم، شیر میدارم. بله و دان از اوشاری دو چی شد بسی همه سینه درد میکنه. شما چند سال عمر دارین همشیری محترم؟ بله چند سال عمر دارین سید؟ ما 25 سال هستم دکتر سید. این دردایی که در قسمت قفس سینه‌تون به وجود میاد که فعل انفعال گرفتن غذا به طور مثال، که فعالیت فیزیکی، که بالا شدن در زینه، که از اینا به طور مثال کدام ارتباط نداره؟ نه خیلی دکتر سید، درد شانگان وقت گم نشسته ما باز یک دفعه پیدا میشه، باز گم میباشه. لحاظ روحی روانی چطور هستی؟ فکر چرتت آرام است یا تشویش میکنی؟ بله ها فکر مرام بکنم، این طفل خورد درک بود یک نیز بلا به شیر میدادم. بله. دان از او کشاری تا به شیر مرام نخورد و شیر همه تا در سینه مانده. این دردا بعد از امی تفلک براتون پیدا شده سیب؟ بله بله. سلامت باشید، شکر. وقتتان بخیر، خدا نگهدارتان. بیننده برنامه خودتان باشین، جواب سوالتان را دریافت میکنین. بفرمایید دکتر. خب یک سلسله عوامل به طور مثال خارج از قلب شش ممکن است باعث ایجاد دردای سینه شوه. مثلا افرادی که مشکلات سیستم هضمی داشته باشن، مثلا تیزاب بالا میاد، رفلکس معده میایی را میگن، التهاب میری. در پله از مریضایی که زخم های معده می داشته باشن، اونایی که التهاب پانکراس دارن، اونایی که التهاب کیسه صفرا دارن، اونایی که یک سلفه یا اتسی بسیار شدید میزنن، ببینی که یک طبقه میری از جایی که کتی معده وصل شده خود پاره میکنه. مریض یک دفعه خونریزی می داشته باشه از طریق استفراغ خود، یا مطلقا اون جایی که میری کتی معده وصل است مکمل خود دو پاله میکنه. اینا رو به نام بروهف سندرم و ملر ویس استیار میگن. تمام از در در قسمت سینه مریض به وجود میاره. بدون شک یک سلسله آفات عضلی و اسکلیتی باعث ایجاد درد در قفس سینه میشه. آفات وایرسی که به طور مثال یک طرف موف میکنه ممکن است باعث ایجاد درد در قفس سینه شوه. موضوعی که همشیری اشاره کردن بیشتر به مستایتس میمونه. بله. یکی از حالاتی که التهاب را در سیده خانم ما به وجود میاره، به خصوص بعد از ولادت طفل، در حدود 4 الی 8 هفته بعد از ولادت طفل به وجود میاد. اکثر اوقات ممکن است مترافق با تجمع شم باشه، بنابراین توصیه ما به همشیری مایی هست که به زودترین فرصت به یک از دکتر صاحبم مراجعه داشته باشن تا اینکه دیده شود که عامل اساسی که باعث ایجاد درد در قسمت قفس سینه شون شده همان مستایتس یا التهاب سیدی است و یکی سایر عوامل در راه همچنان وجود داره. بدون شک اگر عامل قلب رد شد، عامل سیستم هضمی رد شد، عامل اسکلیتی رد شد، عامل شش مریض رد شد، یک میزان به طور مثال فیصدی مریضایی که درد در قسمت قفسهای سینه خود دارن ممکن منشأ روانی و عصبی بی داشته باشه. بچه همه مریض عمله قلبی کشته بعد از اون کومه مرا به طرم سال میگم من فکر میکنم که در این امیجه من به طرم سال یک درد موجود است، رگای قلبم بند
نباشه. گراف بگی گراف بگی گراف به معنی کل هیچ قناعت حاصل نمیشه. یعنی یکی از جمله عواملی که باعث ایجاد درد در قسمت سینه مریض میشه پیش مریضایی است که استراب دارن و سوماتوفورم دارن، یعنی یک مرض خودشون از بیرون به ذهن خود زرق میکنن. هر قدر که بهتر مثال معاینات میگه قلبت مشکل نداره ولی قبول نمیکنه که درد داره، خلا میزنه خلا میزنه، باز حتی امور رقم ذهنش برش تمثیل میکنه که دستو به دست چپش میره، باز بهتر مثال به قسمت بالا می عین درد قلبی واره. ولی ما وقت یک درد از قلبی را و درد که در قفس سینه است میگن که جنبه عصبی داره که تمام آفات عضوی رد شوه. اتونه که مریض به طور مثال سه دانه شریان قلبش بند باشه و ما ایره بگویم که این منشأ عصبی داره، مریض به طور مثال می تابلت نخوردکای نیم سال بعد خدای نخواسته فوت میکنه. بنابراین دردای قفس سینه یک چالش حتی در ایالات متحده آمریکا تشکیل میده. چی رسبه ای که مریضا به طور مثال با ما به تماس میگیره که می سینه درد داره، علتش چیست؟ بعض اوقات یک سری راهکارهای نیاز است تا اینکه تثبیت شود که عامل درد چیست و برای از او بر مریض اهتمامات صحی توصیه خواهد شد. بله دقیقاً. بازم ما منتظر تماس شما خوبان بیننده هستیم. حاصل که ما تماس برنامه 02-23-23 دکتر صاحب شما اداره کردین. حالا بسیاری از هموطنانمون هستن که خودشون تشخیص میتن که گویا زمان که قفس سینه شون را درد گرفت میگن که ما تکلیف معده دارم یا معده درد هستم، یا زمان که هوا رسیدشون گویا ما از خنک خوردیم و قفس سینه ما را درد گرفت و اصلا در فکر این نیم باشن، یا زمانی که باز هم قفس سینه‌شون درد میگیرن میگن که من حمله قلبی سر ما اومده، ما باید یا برم نزد دکتر صاحب مراجعه داشته باشم. با وجود آمدن دردهای قفس سینه منشأ حمله قلبی را دارد یا خیر؟ یکی اگر به اساس پرسنتیج یا فیصدی مستند بر مؤاخذه صحبت کنیم، در حدود 42% واقعا دردایی که در قفس سینه مریض به وجود میاد منشأ سیستم هاضمه می داشته باشه، یعنی منشأ معده و میری و مسائل و سایر اعضایی که مربوط سیستم هاضمه است مثل کیسه صفرا و پانکراس. در حدود 38% مریضایی که در قسمت قفس سینه خود درد احساس میکنه اینا منشأ نارسایی خون به عضله قلب می داشته باشه. اینجا ریسک فاکتور یا فاکتور خطر بسیار مهم است. اگر یک مریض چاق بود، فشارش بلند بود، شکر داشت، در پهلوی از او به طور مثال تاریخچه حملات قلبی در نزد فامیلش موجود بود، فعالیت فیزیکی نداشت، غذای چرب میخورد، به مجرده که به طور مثال از این مریض اگر دندانش هم درد گرفت اول باید قلبش یک طرفه شود. و بدبختانه در نزد بعض افراد ممکن است مریض عملی قلبی را تجربه کرده باشه ولی درد وصفی نمیداشته باشه، مثلا در خانما، مثلا در مریضایی که شکر داره، مثلا مریضایی که مثلا سال گردایشان فلج است، مثلا اونایی که سن بسیار پیشرفته داره. همین مریض که معاینه خانه میای که میبینیم فشارش 180 میگیم برو یک گراف بگی، یک سی جی بگی، میگه دکتر صاحب گراف ما 6 روز پیش گرفته بودم جور بود. گراف قلب مریض ممکن است در ثانیه ها فرق کنه، چی رسه به 6 روز و 7 روز پیش، یا بعضی اوقات 6 روز و 7 روز خیر ادعا میکنه مریض که من 6 ماه پیش گراف گرفته بودم صحیح بود. و نرمال بودن گراف برقی قلب یا منوار برقی قلب هیچ وقت مشکل قلب را رد کردن نمیتونه. یعنی به این مفهوم یک مریض شاید گراف قلبش نرمال باشه، او را آدم به اطمینان گفته نمیتونه که قلب جور است. هر کسی که کار میکنه اشتباه است. یک سلسله تست های دیگه تشخیصی وجود داره که تثبیت کنه که آیا دردی که در قسمت قفس سینه به وجود آمده منشأ ستون فقرات داره، منشأ به طور مثال سیستم هاضمه داره، منشأ میری داره، منشأ زخم معده داره، منشأ به طور مثال پانکراس است، کیسه صفرا است، که خدای نخواسته کدام حمله قلبی پیش مریض به وجود آمده. اینا همش راهکارهایی است که با گرفتن یک معلومات دقیق، تاریخچه، معاینه فیزیکی و با اجرای یک سلسله معاینات مشخص پیش مریض تثبیت میشه. بله، پس چه خوب است از همین راهکارهای مختلف استفاده بکنین تا بتونین همین دردهای قفس سینه‌تون را دلیل یا همان حواملی که باعث به وجود آمدن دردهای قفس سینه شده را بتونید نهین که همان یک نتیجه را که شما دریافت کردین به همان قناعت کنین و اصلا در فکر خود و در فکر صحتمندی خودتان نباشید. خب حالا دکتر صاحب پیام را ما که دریافت کردیم، حاصل قبول‌های ارتباطی برنامه 46 47 و همچنین صفحه فیسبوک برنامه یک دوستمون پیام گذاشتن. احمد از کارته نو گفتن سلام بر شما و جناب دکتر صاحب، گفتن که سیگارت کشیدن یا استفاده از سیگارت چقدر میتونه باعث دردهای قفس سینه شود؟ سیگارت به صورت عموم به مکانیزم‌های مختلف باعث میشه تا پیش مریضا خطر چند مرض بیشتر بسازه. یکی از عواملی که باعث درد در قسمت قفس سینه میشه عبارت از بلند رفتن فشار در شریان شش است. و فشار در شریان شش وقت بلند میره که شش مریض تخریب شده باشه. مثالش مثلا مریضایی که سی او پی دی می داشته باشن، سیگارت زده در یک معدن کار کرده یا که به تمثال دیقان بوده، عرض زمستان به مدت 3 ماه سلفا و بلغم بسیار شدید می داشته باشه، اینه به نام کرونیک اوبستراکتیو پلمونری دیزیز میگن یا سی او پی دی.
مریض بسیار کبوت می باشه اکثر اوقات به طرم سال دستای کبوت می داشته زبان کبوت یک میکانیزم دومی که سیگارت به طرم سال ممکن است باعث ایجاد از پروسه شوه میزان بندش در رگای قلب و او رگایی که به عضله قلب خون می رسانه به مراتب بیشتر می سازه دو در ضمن سیگارت خودش خطر ایجاد سرطان ها را در شش مریض زیاد میکنه و مالیگننسی یا سرطان های شش یکی از عمده علت عمده درد قفس سینه است. بنابراین به اساس سه راهکار آری از اینکه مثلا یک نفر که می سیگارت کش میکنه و پس بیرو اعلام میتشه تقریبا 5000 ماده کیمیاوی را کش میکنه، ولی مریضا را ببینید که من مثلا میگه اسپرینگ هم انداخته مرگ پای مدرگ قلب هم انداخته در ماینه خانه من پس دوباره که سیگارت مدرایه خود چی مانا دیگه از این 5 لک 6 لک روپیت که مصرف شده این قلبندگی دوا را میخوری اصل عامله که رگ قلبت بند کرده و او عبارت از سیگارت است تو را قطع نکدی این دیگه مانا نداره مثل که مو قلوخ را گذاشتن و عذاب تیر شدن بله. امی مفهوم را ارائه میکنن بله پس چی خوب است باز هم بر شما حیزان یک نقطه را یادوری میکنم که متوجه صحت و سلامتیتون باشین چون صحت ثروت است زمانی که اگر ما شما یک فرد صحتمند باشیم بدون شک ما میتونیم خیلی ها موفق باشیم و میتونیم که بتونیم کوشش بکنیم و موفق باشیم اگر نه که همین گونه باز هم پول های مون را مصرف بکنیم به خاطر این که همون اسپرینگ یا هر نوع تداوی مون را انجام بدیم همو باز هم دوباره همون کارا مکررا انجام بدیم یا تکرار بکنیم پس هیچ نتیجه ای را شما دریافت کرده نمیتونید باز هم دچار همون بیماری های مختلف میشین. خب حالا دکتر صاحب اگر خیلی کوتاه در رابطه با راه درمانی اشاره داشته باشید که چگونه میتونن که درمان بکنن راه های درمانی از در مورد هر کدامش مؤاخذه نوشته است که 2000-3000 صفحه است و توقع خیلی کوتاه البته نکات مهم امکان نداره ولی در کل قانون فت فار آل را ما نمیتونیم دیگه تطبیق کنیم فت فار آل یک قانون به طور مثال چرنده است که مثلا تمام مریضا تحت عنوان یک قانون مورد تداوی قرار بگیری اصلا در بخش دردهای قلبی قابل تطبیق نیست ده. اگر مریض فقراتش مشکل داشت یک تداوی کار داره اگر به طور مثال قلبش شریان بند کرده بودی تداوی علیحدہ کار داره اگر پانکراسش مشکل داشت تداوی علیحدہ کار داره اگر مثلا دردها در قفس سینه مریض از تاثیر مثلا زخمای معده ایجاد شده بود تداوی علیحدہ کار داره اگر به طور مثال کدام بندش بسیار پیشرفته باشه حتی از تداوی های مداخلوی که مثلا یک چیز از بیرون داخل مریض میسازیم و حتی بعض اوقات نیاز به عملیات داره تا به تداوی های ساده و ابتدایی فرق میکنه و نمیتونیم که همگی را تحت عنوان یک قانون مورد تداوی قرار بدیم باید عامل تثبیت آن چیزی که باعث ایجاد درد در قسمت قفس سینه مریض شده ایره به صورت مشخص تثبیت و برایت از او احتمامات دوایی و غیر دوایی بر مریضات توسط دکتر صاحبای متخصص توصیه میشه نه که خود سرانه کل ممنون شد بخیر باشین هزی که تشریف آوردین در برنامه خب دوستان نازنین هم این بود برنامه امروز که تقدیمتان کردیم تا سلام و فرصت دوباره خداوند یارو نگهدارتان